خطه ایران مهینه وطنه. ای خطه ایران مهینه وطنه، ای گشته به مهر تو عجین جان و تنه. سمنم نیست ای با گل و لاله و سر و سمنه، با درود به تمام بینندگان گرامی و عزیز تلویزیون ایران آریایی در سر تا سر جهان، به ویژه آن عده از هم‌میهنان گرامی که همیشه و در هر حال خود را ایرانی می‌دانند و به ایرانی بودن خود افتخار. دوستان گرامی، همانطور که قبلاً آگهی داده بودم به دوستان عزیز، امروز قرار هست راجع به قانون امنیت اجتماعی محمد مصدق صحبت کنم و راجع به این که نظیر این قانون در هیچ کشوری تا حالا تصویب نشده و بعد از این هم تصویب نخواهد شد از نظر ستمگری و ظالمانه بودن. علت این که امروز این انتخاب کردم این بود که دوستان میدونند چندی پیش ایمیلی به من رسیده بود در این که 10 خصلت را باید از ابرمرد تاریخ ایران یاد بگیریم، یکیش آزادی خواهی بود. من چند جلسه راجع به این موضوع صحبت کردم، موارد دیگه پیش آمد و مدتی این مثنوی تأخیر شد. هفته گذشته در چند جا باز دیدم نظیر این مطلب علم شده، به این جهت این هفته اختصاص دادم به این موضوع. وقتی که ما بخواهیم راجع به یک مطلب تاریخی در مورد یکی از رجال گذشته ایران صحبت کنیم، مطلب تاریخی که در زمان اون رجل اتفاق افتاده بحث کنیم، باید اون اوضاع زمان او را هم مورد بررسی قرار بده، نه اینکه مانند بعضی افراد بیاییم کارهای کوروش بزرگ مورد بررسی قرار بدهیم و اون کارها رو با اعلامیه حقوق بشر مقایسه کنیم در زمان حال، یا اقدامات رضا شاه بزرگ بیاییم حالا با وضعی که در آمریکا هست مورد مقایسه قرار بده. چون الان من میخواهم راجع به قانون امنیت اجتماعی مصدق صحبت کنم، اول باید مختصری در مورد اوضاع آن زمان که خوشبختانه خود من شاهد بودم براتون شهر. دوستان گرامی، آقای محمد مصدق در مدت کوتاهی پیش از آن که نخست وزیر بشود، در اون روزهایی که مسئله ملی شدن نفت و قانون ملی شدن نفت در مجلس مطرح بود،
اصرار داشت زودتر فورا تصویب کنید، هر روزی که این تصویب دیرتر رخ بده هر روز 300,000 دلار به کشور ضرر و تصویب شد. معلوم شد در تمام مدت زمامداری ایشون حتی یک دفعه هم 300,000 دلار که هیچی 300 دلار هم از اون درآمد نفت به ایران نرسید. بالاخره مسئله نفت لایحل ماند و اگر عمر داشت ایشان 100 سال دیگه هم بود این مسئله حل نمیشد، برای خاطری که ایشون قول داده بود از نفت از تای چاه تا بازار فروش خودمون در دست میگیریم، به این مسئله محال بود. در حالی که نه تکنیسیان داشتیم نه بازار فروش داشتیم نه هیچ. خب بمان اونا مارها صحبت کردن بعد هم صحبت خواهم. امروز میخوام ببینم وضع دوران مصدق چی. عرض کردم خود من شاهد شاهد زنده اون زمان. دوستان گرامی، شاید شما ندانید که من پیش از آن که در شرکت ملی نفت ایران استخدام بشوم مدتی افتخار داشتم که آموزگار بود و خب این هم جزء افتخارات من، اشکالی ندارم. البته من دوستان اغلب من کارمند شرکت ملی میشناسم. من در همین شرکت بعد از انقلاب در سال 1359 بازنشسته قبل از موعد شدم در سمت رئیس امور کارکنان. اما در سالی که آقای نخست وزیر در 8 اردیبهشت آن سال نخست وزیر شد، بنده هم در 18 سالگی در مهر ماه آن سال شدم آموزگار. تو فارغ التحصیل دانشسرای مقدماتی و چون در شهر خودمون اجازه نداشتیم فارغ التحصیلان دانشسرای مقدماتی باید اطراف می‌رفتن، من که معدلم به اصطلاح خوب بود فرستادنم در شهری نزدیک کرمان رفت اینجا. خب دوستان گرامی، خانواده من برایشان امکان نداشت که هر ماه برای من پول بفرستن، من استخدام شده ولی دولت پول نداشت حقوق بده. حقوق کارمندان عادی دولت 3 ماه 4 ماه عقب افتاده بود، یعنی حقوقی که این ماهی میگرفتن مربوط به 4 ماه یا 3 ماه قبل و همینطور ماه بعد که میگرفتن و این 3-4 ماه همیشه عقب افتاده بود. 3 ماه دیگه حد عقب. بله این باقی بود. و وقتی که من استخدام شده بودم و رفته بودم رفسنجان حقوق نداشتم، دولت هم حقوق نداشت، پول نداشت حقوق بده. حقوق هم اونجا اون وقت بنده 96 تومان در ماه حقوق هم. حقوق یک آموزگار در اون زمان 96 تومان. بالاخره سر تا سر سال حقوق فرستاده نشد. رسید آخر خرداد، بنده برگشتم تعطیلات به شهر خودمون کرمان. یکی 2 ماه بعد وکالت داده بودم یک آقایی حقوق منو بگیره و اطلاع داد که حقوق حواله شده، حالا فعلا علن حساب 3 ماه بابت تمام سال گذشته میده. گفت خیلی خوب بگیر برامو بفرست. اون دوستم گرفت و اهل اردکان یزد، همشهری آقای خاتمی، و 50 تومن از روز برداشت و بقیهش برامو فرستاد که وقتی فرستاد حالا شما فرض کنید 3 ماه حقوق من ماهی 96
تومن چقدر شده بود؟ یک شخص هم 50 تومن شده قرض کرد و میدم که دیگه نه حالا کار نکنم. خب دوستان گرامی، این وضع بنده بود در طول سال 1330 و 1331 که در مرداد مثلا 3 ماه از حقوق سال گذشته دادم. خب دوستان عزیز، من یک نفر که به این صورت نبودم، چندین هزار نفر آموزگار جدید در سرتاسر ایران استخدام شده بودند، حالا چه دانشسرایی مثل من و چه غیر دانشسرایی، و همه اینها بی حقوق بودن چون دولت خلعیت کرده بود به خیال خودش از شرکت نفت، دستگاه های نفت خوابیده بود و دولت درآمدی نداشت. پیش از اون که این تأسیسات نفت به خوابه، دولت درآمد نفت داشت، حقوق میپرداخت. بعد از اون که این تأسیسات بدون استفاده ماند، کارگران شرکت نفت هم چندین هزار کارگر و کارمند هم حقوق میگرفتند، کاری نمیکردند. پیش از آن حقوق از شرکت نفت میگرفتند و درآمدش هم به دولت میرسید و درآمد نفت. ولی بعد حتی حقوق اونها هم دربار دولت. دولت قرضه ملی منتشر کرد. مردم که پول نداشتن، ولی خب در اون وقت هنوز دولت محبوب بود. در اون وقت بنده هم چون طرفدار سرسخت آقای محمد مصدق بودم، به هر وضعی بود شکایت سعی میکردم نکنم و فداکاری کنم برای خاطر آقای مصدق. در اون وقت قسم ما جوانهای اون زمان، جان مصدق، وقتی که میخواستیم دوستان خودمون کاری را حتما انجام بدن، میگفتیم جان مصدقی کار بکن، یا جان مصدق راست میگی یا دروغ میگی، قسمش میدن. اون وقت در نظر ما مصدقی مقدس. بعدها به تدریج فهمیدم که چه اشتباهی میدن. اون وقت فهمیدم که یک کار محال در نظر گرفته بودیم. وقتی که تکنیسیان نداشتیم، اکتشاف استخراج انجام بدیم، نفت تو لوله بکنیم ببریم لب دریا، نفتکش نداشتیم به خارج بفرستیم، و از همه بالاتر بازار فروش فقط در اختیار هفت خواهران بود. در اون وقت هنوز ژاپن و چین و فرانسه و اینها وارد صنعت نفت نشده، اعلام کرده بودند این هفت خواهران که اگر یک قطره نفت دولتی از ایران بخره ما نفت بهش نمیدیم. یعنی اصلا وقت ما شکست خورده بود. بمانه اینها. حالا در این شرایط که مردم ایران پول نداشتن غذا بخورن و نون ساده در سفره اونها پیدا نمیشد، آخر وقتی که کارمند پول داره، کارمندان دولت میرن خرج میکنن، کاسب بازار هم پولدار میشه، بنا هم پول پیدا میکنه، خیاط هم پولدار میشه. ولی در اون سال یادم نمیره یه خیاط نزدیک خونه ما بود، کت شلوار پشت رو میکرد چون پول نداشتن برن پارچه نو بخرن لباس درست کنن. اون این تخصص پیدا کرده بود، به جایی که لباس نو بدوزه، لباس های کهنه رو میگرفت و درست میکرد و لباس ها رو پشت رو میکرد، نو میکرد و تحویل. حالا طرفدارای آقای مصدق آمدن اعلام میکنند به به، شما نمیدونید زمان مصدق تنها زمانی در طول تاریخ هست که ما صادراتمون بیش از واردات شد. افتخار میکنند که آقا در سایر زمانها، زمانهای محمد رضا شاه، ببینید چقدر ما واردات زیاد داشتیم و
و صادرات کم داشتیم. ولی ببینید حالا فقط زمان مصدق، این آقایون یا خودشون به تجاهل میزنن یا واقعا جهل دارن، نادانن. وقتی که نداشتن نان بخورن چه کار باید بکنن؟ وقتی که یک شخص تو خونش پول داره، تو قالی جدید میخره، یخچال میخره، نمیدونم وسایل دیگه میخره، خب این تلویزیون رنگی و بساط اینا تو وقت نبود، اون وسایلی که اون زمان بود. وقتی که نداره همون قالی زیر پاش هم میفروشه. مردم ایران در اون زمان، در دو سال زمان حکومت مصدق، بدبخت ترین ایام بودن. حالا اگر همه نبودن بنده بودن. خب در این زمان مردم چه کار باید میکردن؟ حزب توده هم از 1331، از تیر ماه 1331 آزاد شده بود، نه رسما که دولت اعلام کنه، ولی عملا مصدق حزب توده رو آزاد کرد. خب حالا مردم گرسنه، کارمندانی که حقوق نگرفتن چندین ماه چه کار میکردن؟ خب باید برولند میکردن، باید اعتراض میکردن، باید شکایت میکردن. اما آقای دکتر مصدق آمد قانون گذران برای جلوگیری از شکایت مردم، برای اینکه این مردم گرسنه و فقیر و بی حقوق و بی پول صداشون در نیاد. قانون برای تو میخونم ببینید، وقتی که میگم این قانون، 193 کشور در دنیا هستند که میگن ما قانون مدار هستیم، ما طبق قانون رفتار میکنیم. اینها اعضای سازمان ملل متحد هستند. در تمام این 193 کشور هیچ وقت قانونی به این وضع ظالمانه تصویب نشده. ممکنه عملا ظلم کردن ولی قانون تصویب نکردن، قانونی که عملا هم اجرا کنن. با لایحه قانونی امنیت اجتماعی ماده 1، اینش بخونم تا نگن دروغ میگه، چون میاین توی سایر تلویزیون های کالیفرنیایی، نمیدونم لس آنجلسی، آقا کلی علیه رضا شاه، محمد رضا شاه صحبت میکنن، تخته میکنن، به جایی که دلیل بیارن، منطق بیارن، حرفشون اینه که آقا ما کور میخواستیم سوراخ کنیم. چه یعنی با همین حرف یک شاهکار صنعت، یک خدمت عظیم رضا شاه رو تخته میکنن. ما کور میخواستیم سوراخ کنیم. ببخشید، ماده 1، هر کس کارگران و کارکنان و کارمندان کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون کار و بنگاه ها را تحریک، این کلمه تحریک یادتون باشه، تحریک به اعتصاب و عصیان و نافرمانی و تمرد و یا اخلال در نظم و آرامش نماید، دستگیر و بازداشت شده و از 3 ماه تا 1 سال تبعید و ملزم به اقامت اجباری در نقطه معین خواهد بود. صحبت از اعتصاب نیست که اگر اعتصاب کرد، صحبت از اینه که اگر کسی تحریک، یعنی یه شخصی که حقوق نداره، از کارگرانی که چند ماه حقوق نگرفتن یا آموزگارانی که الان 1 سال مثل من مثلا در اون زمان بی حقوق موندن، اگر یکی میگفتیم آقا بیای بریم تو اداره فرهنگ متحسن بشیم، همونی که گفت این تحریک به اعتصابه، به تحسنه، تحریک به اختلاله، فورا باید چه کار کرد؟ 3 ماه تا 1 سال دستگیر و بازداشت شده و از 3 ماه تا 1 سال تبعید و ملزم به اقامت اجباری در نقطه معین خواهد بود. عرض کردم اعتصاب منظور نیست،
آقای مصدق من میگفت آقا کسانی که اعتصاب کردن یه محرک داشت، ما اون محرک فوراً میگیریم تبییدش میکنیم، بعدم به کسانی که تحصن کردن میگیم برید سرکار. امر که نمیشد تبیید کنن. آقای مصدق بگه هر کس متحصن شد یا هر کس که تحریک، همه اینهایی که اومدن اخلال کردن در نظر میگیریم و تبییدشون میکنیم. نه، کاری به اعتصاب کنندگان نداشت. میگم برید سرکار. خب بالاخره یک نفر از این بین باید بگی نه آقا نمیریم. تا که اون شخص میگفت اونو میگرفتن تبعید میکردن. یک سال، حال جمله بعدیش ببینید، در مدت محکومیت به تبعید و اقامت اجباری از اخذ مزد یا حقوق نیز محروم خواهد. پس یک سال تشریف میبره تبعید، حقوق هم نداره، زن و بچهش هم برن دیگه، خودشون خانوهش درش بر خودش بپروشه دیگه وقتی پول نداره. اگرچه وقتی هم که آقاش بود حقوق نداشت، ولی خب حالا بعد از اونهایی که سابقه داشتن از چند ماه یک ماه بهشون میدادن. حالا همونم فورا میگه آقا تبعیدش کنن، هیچی هم بهش ندن. این ماده اول که ماده دوم ببخشید تبصره اعتصاب در وزارتخانه ها و ادارات دولتی و امثال آن و در مؤسسات مربوط به خدمات عمومی از سبیل آب و برق و نان و پست و تلفن و تلگراف و رادیو و بیمارستان ها و داروخانه ها و راه آهن دولتی و وسائل نقلیه عمومی مطلقاً ممنوع است و اعتصاب کنندگان به مجازات مزبور محکوم خواهند شد. اینجا دیگه همه اعتصاب کنندگان شامل شده. بری منظور همونه که یکی دو تاره که تبدیل کردیم همه دیگه صداشون در نمید. ماده دو، هر کس کارمندان ادارات دولتی و مؤسسات عمومی را وادار به اعتصاب و یا تحریک به اخلال در نظم و آرامش و یا تمرد و عصیان نماید و همچنین کسانی که در ادارات و مؤسسات عمومی و دادگاه‌ها و دادسراها برخلاف نظم و آرامش و انتظامات داخلی رفتار و یا جنجال و داد و فریاد و یا به منظور توهین و ارعاب و تحت تأثیر قرار دادن مراجع اداری و قضایی یا برای جلوگیری از اجرای قانون و مقررات ازدحام و یا تحصن هر گونه تظاهری و یا هر گونه تظاهری نمایند فوراً و مجازات مقرر در ماده قبل برای آنها تعیین می‌گردد و همین مجازات درباره توطئه و مواضعه کنندگان برای اجرای اعمال مزبوره در این ماده و ماده فوق معمول خواهد شد. گوش دادید دوستان گرامی، هر گونه تظاهری، اینها همه جدا جداست. هر کس چیکار بکنه، توهین کنه، ارعاب یا تحت به منظور تحت تأثیر قرار دادن مراجع اداری یا قضایی یا برای جلوگیری از اجرای قانون ازدحام کنه یا تحصن کنه یا هر گونه تظاهری بکنه، برای اون کارا هر گونه تظاهری هم کرد، فوراً بازداشت، همون مجازات، فوراً تبعید. هرگاه مرتکب کارمند دولت باشد در مدت محکومیت به تبعید و اقامت اجباری از اخذ مزد یا حقوق نیز محروم خواهد بود. آیا از
ظلم دیگه از این بالاتر، یه شخص فوراً میگن جنجال و داد و فریاد کردی تو اداره، چون جنجال و داد و فریاد کردی فوراً میگیرن، یک سال تعویض میکنن، مدت حقوق نمیگیره، زن و بچه‌ش هم گرسنه، خودش هم آقای مهربان بود، آقای آزادی خواه بوده. حالا اگر این آقا آزادی خواه نبود چی میگفت؟ میگفت فوراً بگیرید اعدامشون کنید. نه، این آزادی خواه بود، گفت فقط یک سال تعویضشون کنید و حقوقشونه. ماده 3، اجتماعات آزاد است. حالا ببینید همه کف میزنن به به به، در زمان آقای مصدق اجتماعات آزاد بود، ولی چه جور؟ حالا جملات بعدش میگه، ولی اجتماعات در معابر عمومی و بازارها به منظور مبارزه و زد و خورد و همچنین اجتماعاتی که حرکات و تظاهرات آنها ایجاد اضطراب و تشویش در افکار عمومی نماید و یا نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل کند ممنوع است. متخلفین برای مدت معینی از 6 ماه تا 2 سال، اینجا 1 سال شد 2 سال، از 6 ماه تا 2 سال تبعید و ملزم به اقامت اجباری خواهند شد و در صورتی که مرتکب مستخدم دولت باشد در مدت محکومیت به تبعید و اقامت اجباری از گرفتن حقوق نیز محروم خواهد بود. خب دوستان گرامی، دوست خط شعر هست، حتما همه شنیدن، شما هم حتما شنیدید. دیگه توبه کردم که دیگر می نخورم در همه عمر. میگن عجب آدم خوبیه، توبه کرده دیگه در تمام عمر شراب نخورم. توبه کردم که دیگر می نخورم در همه عمر، به جز از امشب و فردا شب و شبهای دیگر. راه پنهانی میخانه نمیداند کس، به جز از شیخ و جز من و شیخ و زاهد و شیخ و دوسته دوستباری دیگر. حالا بله، حالا یه آقا هم میگه اجتماعات آزاده، ولی اگر اجتماعی باشی که نظم و آرام در معابر عمومی، خب تمام اجتماعاتی هم تو وقت میخواستن تشکیل بدن، میدون فوده بود یا شب و شهناز، میدان توپخونه بود یا همون سپه، میدان بهارستان بود، خب اینجا ها بود، اینا با معبر عمومی هست دیگه. خب در اینجا ها که اینها آرامش و آسایش عمومی رو مختل میکنن، خب کی باید تشخیص بده؟ آقای مصدق خب اجازه نمیده که هیچ اجتماعی میدنه. اجتماعات آزاد است، ولی اجتماعات در معابر عمومی و بازارها به منظور مبارزه و زد و خورد، خب هیچ اجتماعی به منظور مبارزه و زد و خورد نیست. شما تا حال اجتماعی شنیده اید که بگن ما میخواییم در روز فلان در میدان سپه تظاهرات کنیم به منظور مبارزه و زد و خورد؟ همه میگن با آرامش میاییم بتین میدیم تظاهرات میکنیم، ولی وقتی که اونجا میرن علیه دولت صحبت. آرامش این آقای مصدق تشخیص میده که این با نظم و آرامش عمومی رو مختل میکنه، آسایش عمومی رو به هم میزنه. خب این ممنوعه. ماده 4، مامورین انتظامی پس از بازداشت مرتکب صورت مجلسی مشتمل بر تحقیقات و شناسایی وی تهیه و پرونده امر را نزد دادستان می فرستند و در دادستان در صورت ملاحظه قرینه
بر توجه فوری قرار بازداشت متهم را صادر و بلافاصله تحقیقات را خود دادستان یا معاون قضایی او انجام و در صورت نبودن دلیل دستور منع تعقیب و رفع بازداشت را صادر و در صورتی که عقیده بر مجرمیت داشته باشد کیفرخواست تهیه و به دادگاه میفرستد. قرار دادستان مبنی بر بازداشت متهم قطعی و غیر قابل شکایت. اون ماده که از همه مهمتر هست، مهمتر از همه نه ولی خب خیلی مهمه، ماده 5، گزارش مسئولین مؤسسات و رؤسای ادارات دولتی و مراجع قضایی و همچنین مأمورین انتظامی معتبر است مگر اینکه خلافش ثابت شود. خیلی دارن مهم نیست، یعنی فوق‌العاده مهم. این مسئله میتونست و به طوری که میگن انجام شده و اگر هم انجام نشده میتونست انجام بشه. تو هر اداره ای بالاخره افرادی هستن که با رئیس نظر خوبی ندارند، رئیس هم با اونها نظر خوبی ندارند. خیلی ساده رئیس میگه بگید آقای حسین مثلا استحباناتی بیاین، آقای حسین استحباناتی بیا تو اتاق رئیس. آقای رئیس در قفل میکنه فوراً، آره، یا دو تا فوش هم بهش میده که اون جواب بشنوه، تحریکش میکنه، یا نه لازم نیست، فوراً مامورین انتظامی میخواد میگه این به من توهین کرد، این جارو جنجال راه انداخت، این نظم به هم زد. همین کافیه. اینجا ماده 5 گفته گزارش مسئولین مؤسسات و رؤسای ادارات دولتی و مراجع قضایی و همچنین مامورین انتظامی معتبر است مگر اینکه خلافش ثابت شود. خیلی خوب، حالا به این آقای استحباناتی میگن آقا، آقای رئیس گفته تو رفتی تو اتاق، حالا اگرم رئیس خیلی با انصاف باشه نمیگی دو تا سیلی هم به من زد. لازم نیسته همین که بگه آقای آمد تو اتاق من جارو جنجال راه انداخت. جارو جنجال راه انداخت که چی؟ بره گزارش مسئولین مؤسسات و رؤسای ادارات برتبه و همچنین مامورین انتظامی. از به بعد هر پاسبان با هر شخص که دشمن هست تو خیابون میبینیدش یخشو میگیره میگه آقا این جارو جنجال راه انداخت، جارو ازدحام کرد، این آقا تحریک کرد. خب تموم شد، گزارش مامور انتظامی معتبر است مگر اینکه خلافش ثابت. دوستان گرامی، اون آقای استحباناتی که من فرضاً مثل زدم میخواه حال خلافش ثابت کنه، چجوری ثابت کنه؟ در شما شنیدید دوستان که یه عده ای از همکاران مصدق، از دوستان مصدق، از اعضای جبهه ملی مثل آقای دکتر بقایی و کاشانی و نمیدونم حتی مکی تای اندازه و بعضی دیگه مخالف مصدق شدن و اما شاید ندانید که از که این قانون باعث شد که بقایی، دکتر بقایی به علت این قانون با مصدق مخالف شد، رفت در مجلس اعتراض کرد، همین قانون شروع کرد بخوندن و شروع کرد اعتراض کردن و از اون وقت و از وقت به بعد شد دشمن، شد مخالف مصدق. بقایی سوال کرد از دوستان مصدق که هیچ کدوم شما در تصویب، در نوشتن این قانون مصدق همکاری کردید، همراهی کردید، مشورت کردید؟ همه گفتن نه. معلوم شد این خودش نوشت. حالا آقا و خانم دعواشون میشه، زن و شوهر، خانم
آموزگاره، فرض میگید آقا هم کارمند یه اداره، اونم آموزگار. خب زن شوهر دعواشون میشه، میخوان برن دادگاه، دادسرا، حالا یا اختلاف حل کنن یا طلاق بگیرن یا هر چی، یا طلاق جاری کنن. وارد میشن، میرن تو اتاق انتظار میشینن، خانم یا آقا عصبانی هستن، این همیشه رخ میده در اون وقت. خانم صداش بالا میکنه، ببخشید، میگه آقا تو من بدبخت کردی، یا یه جمله نظیر این. آقا جوابش میده، تموم شد. در دادگاه‌ها کسانی که در ادارات و مؤسسات عمومی و دادگاه‌ها و دادسراها برخلاف نظم و آرامش و انتظامات داخلی رفتار و یا جنجال و داد و فریاد یا به منظور توهین و یا آورده، نه ای که باید بگید آقا داد و فریاد یا با توهین، نه، یا وقتی که دوستان گرامی یه مادر به بچهش میگه برو تو قفسه یه دونه شکلات یا یه دونه آب نبات یا یه دونه نمیدونم از اون کوکی‌های اوبر بردار بود، یا اگر آورد یعنی هر کدوم از اینا، یعنی نه هر سه، ولی اگر باب آورد که گفت یک دونه شکلات و یک دونه آب نبات و یک دونه از اون کوکی های دیگه بعدا بخور، یعنی هر سه تا بود. باب اگر آورد یعنی هر سه، یا آورد اینجا یا میاره، میگه اگر این کارها ره در دادگاه ها، دادسراها برخلاف نظم و آرامش و انتظامات داخلی رفتار بکنه و یا جنجال و داد و فریاد بکنه، جنجال و داد و فریاد مستقله، یا بینشه بعدش، یا به منظور توهین و ارعاب و تحت قرار دادن مرجع فلان فلان بکنه، یا هر گونه تظاهری بکنه، خب به اون مجازات محکوم میشه. خب حالا در اینجا شما تصور کنید آقا و خانم در داد در اتاق انتظار در دادسرا تظاهرات کردن، جار و جنجال کردن، چه کار باید کرد؟ باید گرفت هر دو تا رو. حال بچه شون چطور میشه؟ آقای مصدق مسئول بچه نیست. خب باید فوراً ای آقا و خانم تعقیب کرد. گزارش مسئولین مؤسسات و رؤسای ادارات دولتی و مراجع قضایی و همچنین مامورین انتظامی معتبر است. این فوق‌العاده ظالمانه است که هر رئیس اداره برداشت نوشتی کارمند به من توهین کرده، یک کارمندم تو اتاق نمیتونید ثابت کن که نه، هر مامور انتظامی در خیابان یقه یه نفر گرفت، گزارشش معتبره. این قانون امنیت اجتماعی آقای آزادی خواه. ماده 6، هرگاه دادستان یا معاون قضایی این وقوع حادثه و یا بلا فاصله بعد از وقوع حادثه بعد از وقوع از حادثه مستحضر شده، موظف است که در محل وقوع حاضر شده و از تحقیقات و مشاهدات و دلائل و مدارک جمع آوری شده صورت مجلس ترتیب داده، طبق مواد مذکوره که اقدام به عمل است. ماده 7، مرجع رسیدگی دادگاه جنحه یا قائم مقام آن می باشد. رسیدگی بایستی فوری و خارج از نوبت به عمل آمده و دادرسی تا صدور حکم بدون فاصله جریان یابد. احکام دادگاه جنحه قطع. افسره در نقاطی که حکومت نظامی اعلام گردد اجرای مقررات این لایحه قانونی به عهده فرمانداری نظامی است و حکم دادگاه بدوی حکومت نظامی قطع. ماده 8، مدت این لایحه قانونی 3 ماه از تاریخ انتشار است.
البته فورا دوستان نگن سه ماه تموم میشد، نه سه ماه تجدید شد و باز هم تجدید شد. بعد هم آقای زاهدی سپه و زاهدی آمد همین قانون قرار داد و شروع کرد به اجرا. سه ماه شما رو گول نزنه، مرتب تجدید شد. ماده 9، وزارت دادگستری، دفاع ملی، کشور، دارایی، کار و سازمان برنامه مأمور اجرای این قانون است. بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب 20 مرداد 1331، لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی که مشتمل بر 9 ماده و 2 تبصره است تصویب می شود. به تاریخ 1/8/1331 نخست وزیر دکتر محمد مصدق. در این لایحه مطالبی به طور نامرئی فراموش شده، فراموش نشده، تعمدن ننوشته. دوستان گرامی، اگر ازتون سوال کنن این لایه امنیت اجتماعی متوجه چه گروه هایی بود، فکر کنید خواهید با گروه های عادی اجتماعی، کسانی که میخوان غذا ندارن، کسانی که حقوق نمیگیرن، کسانی که شکایتی از دولت دارن، این علیه اونهاست. ولی تو خیال باشید یه چیز تو این نبود. این لایه حزب توده آزاد شد. در این لایه اسمی از امنیت ملی، اسمی از جاسوس‌های خارجی، اسمی از کسانی که علیه استقلال کشور، علیه نمیدونم اینا اقدام میکنن نیست. تعمدن چطور شده الان حزب توده این همه طرفدار مصدق شده؟ حزب توده دقیقا تا روز 30 تیر 1331 دشمن مصدق، مصدق عامل امپریالیسم آمریکا می دهد. درست از روز 30 تیر 1331 آقای مصدق اونها رو عملا آزاد. یادم نمیره پرونده ای در مورد تعدادی از توده‌ای ها بود که دیوار به دیوارها نوشته بودن مرد بر پسر رضاخان قلدر. خب آمده بودن اینها رو مرتب شعار می نوشتن شب، مرد بر پسر رضاخان قلدر. اینها رو بازداشت کرده بودن، برده بودن به حاکم. خب آقای مصدق، زمان مصدق بود، محرمانه دستور داده بود که کاری به کار توده‌ای ها نداشت. اون بازپرس هم رأی داده بود که آقا اینها به دیوار نوشتن مرد بر پسر رضاخان قلدر. من از کجا معلوم که منظور رضاشاه باشه؟ هیچ دلیلی این که رضاخان قلدر همون رضاشاه باشه و پسرش هم همون محمد رضاشاه باشه نیست. خب حالا میایم فرض میکنیم منظور همون رضا شاه بود، رضا خان قلدر یعنی همون رضا شاه. خب رضا شاه که چند تا پسر داشت، غلام رضا بود، حمید رضا بود، نمیدونم محمود رضا بود، علی رضا بود. خب وقتی که میگه پسر رضا خان قلدر، هیچ دلیلی نداریم که منظور محمد رضا شاه باشه. و اگر هم منظور نویسندگان حتما محمد رضا شاه بوده، این نفرین حساب میشه. مرد بر پسر رضا خان قلدر نفرین حساب میشه. نفرین هم در قانون مجازات نداره و اهانت هم نیست. وقتی که میگن کسی توهین به شخص اول مملکت و پادشاه نباید بکنه و مجازات میشه، در اینجا شامل اینها نمیشه. اینها نمونه های بود از این آزادی هایی که مصدق داده بود به اینها. از این تاریخ به بعد
تند و تند شروع کردن مخالفین مصدق طبق این قانون توقیف شدن و بازداشت شدن و تبعید شدن. دوستان گرامی و عزیز، واقعه نهم اسفند 1331 رخ داد. بعد از همین بود، این بود اول آبان، اسفند هم چند ماه بعد. نهم اسفند اطلاع دارید، من خلاصه عرض می کنم. مصدق با نیرنگ تصمیم گرفته بود شاه را از کشور بیرون کنه و شاه را وادار کرده بود قبول کنه از ایران بره بیرون و محرمانه هم بود. همه چیزم آماده شده بود، گذرنامه و هواپیما و بلیط و همه چیز، ولی این مطلب به خارج درز می کنه. فوراً آیت الله به بهانی آیت الله کاشانی در ابتدا دستور میدن که بفر بیاین جلو کاخ تظاهرات بکنن. بعد از اون هم مردم که میشنون اونها هم هجوم میکنن و جلو قصر شاه و از شاه میخوان که به خارج نره. عده هم حمله میکنن به خانه مصدق، مصدق هم فرار میکنه. خب میره به قصر شاه، به همون کاخ مرمر اونجا پناه. بالاخره شاه در اثر تظاهرات مردم اعلام انصراف میکنن. در همون وقت بلندگو به مردم اعلام میکنه که شاه منصرف. خب از آن روز به بعد هر کس که معلوم شد در این تظاهرات و گفته که جاوید شاه، همه رو گرفت. اولی یه عده‌ای که خوب شناخته شده بودن گرفت، بعد با شکنجه دادن اونها، با بازرسی بازپرسی از اونها افراد دیگر بید. و هر روز شما اخبار روزنامه های اون روز اون زمانی که میخونید مرتب میبینید که هر روز اسامی تعدادی از بازداشت شدگان مشهور، آخر که بسیاری از اینهایی که در اون تظاهرات شرکت کردن، حتی عرض کنم خدمتتون گویا آقای خمینی هم در اون تظاهرات بود، چون آقای خمینی از مریدان آیت الله کاشانی بود، از پیروان آیت الله کاشانی بود. و جد به یعنی اگر که طبق بندی میتونستن انجام بدهن بین آیت الله ها، طبق بندی امکان پذیر بود، آیت الله خمینی گویا ردیف هفتم یا هشتم قرار بود. من در این مورد تحقیق کردم و حتی در یکی از کتابام نوشتم در مورد شخصی از رجال کشور گفت که خمینی در ردیف هفتم و هشتم بعد از آیت الله کاشانی بود. من سوال کردم این حرف شما به چه دلیل؟ گفت به این دلیل که در جشن‌هایی که در خانه آیت الله کاشانی برقرار می‌شد، مثلا تولد حضرت ولیعصر یا مثلا عید قربان یا عید مثلا رمضان یا هر یک از اعیاد دیگه، آیت الله کاشانی جلو می‌نشست دم در و دست راست آیت الله کاشانی آقایون علما که یکی پس از دیگری می آمدن می نشستن. حالا اگر که نفر دوم بعد از کاشانی یه آقای نشسته بود که نفر سوم یا نفر چهارم بود، وقتی که نفر دوم می آمد و آیت الله کاشانی دست می برد می گفت بفرمایی، دست می برد اشاره می کرد به اون جایی که این آقا باید مینشست، نفر دوم بود، یا اون نفر چهارمی دوری دست میبرد اشاره میکرد بفرمایی، اونا دیگه جا فورا باز میکردن اون مینشست. و همیشه آیت الله خمینی ردیف هفتم یا هشتم بوده بعد از آیت الله کاشانی. و در اون روز
روز نهم اسفند آیت الله خمینی هم به دستور آیت الله کاشانی در جلوی کاخ بوده، مردم تشویق میکرده که جلوی که نگذارن شاه. بله دوستان گرامی، از آن روز به بعد تند تند گرفتن مخالفین آغاز شد و تبعید شروع شد. من در کرمان بودم، حالا سوابق خودم با افتخار عرض می کنم. مثل بعضی از این مسئولین تلویزیون نیستم که گویا توده‌ای بودن و حالا شدن برنامه ساز تلویزیون، میگن مرتب در چند دفعه گفتن که در زمان شاه اظهار عقیده آزاد نبود و کسی جرأت نداشت عقیده خودش ابراز کنه، ولی هیچ وقت نمیگن که عقیده ما چی بود. این اعلام نمی کنن. من از دوستان خواهش میکنم وقتی که از این برنامه ریزان تلویزیون این مسئله رو مرتب شدیدید که آقا در زمان شاه ما نمیتوانستیم عقیده خودمون رو اظهار کنیم، خب سوال کنید عقیده شما چی؟ آن وقت میشنوید که میگن بله عقیده ما انقلاب بود، انقلاب نمیدونم سوسیالیستی که بعد دیکتاتوری پرولتاریا رو در ایران به وجود بیاریم و حکومت سوسیالیستی به وجود بیاریم و چه کار بکنیم. این عقیده دوستان عزیز آیا مخالف قانون اساسی یا نه؟ آیا باید جلوگیری میشد؟ من حالا قانون امنیت اجتماعی رو میخونم برات. میآیند پشت میدن به شاه که آقا آمد قانون امنیت اجتماعی درست کرد، قانون ساواک درست کرد، قانون مصدق براتون خوندم که هر نوع تظاهرات، هر نوع جار و جنجال، هر نوع نمیدونم اخلال در نظم، هر نوع نفس کشیدن ممنوع و فوراً مجازات تبعید بدون حقوق. ولی ساواک اصلاً و اصلاً و ابداً به این امور داخلی کشور توجه نکرده، فقط به اون افرادی که الان دارن میگن که ما نمیتوانستیم عقیده ابراز بکنیم به اونها توجه کرد. به همین علت الان اونا دشمن شاه هستن، دشمن ساواک هستن و یک نفر علیه این قانون مصدق صحبت نمیکنه، چون قانون مصدق علیه توده ها نبود، علیه جاسوس های خارجی نبود، علیه کسانی که علیه استقلال کشور فعالیت میکنن نبود، علیه کسانی بود که تو دادسرا جار و جنجال اگر راه بیندازن، اگر برن تو اتاق رئیس به رئیس توهین بکنن، ارعاب بکنن. ببینید حالا ساواک چی گفته؟ دوتا رو خودتون وجدانن با هم مقایسه کنید با این توده‌ای که الان تو هر تلویزیون هر رادیو هستن صحبت کنید. وقتی که این خبرنگار بی بی سی میایه با شاهزاده رضا پهلوی، اول بگه که تو که بابات قانون اساسی رو زیر پا گذاشت، تو که آزادی رو از بین برد، تو که چه کار کرد، تو که چه کار کرد، حالا بگو نظرت راجع به مثلا آقای بیرحسین موسوی چیه؟ اول به طور مسلم قانون اساسی دیر پا گذاشتن میگه، ولی کسی نمیگه که بابا این که میگید قانون اساسی دیر پا گذاشت، افرادی بودند که آمده بودند علیه قانون اساسی فعالیت میکردند، میگفتند ما میخواهیم ایران را ببریم به پشت پرده آهنین، ما میخواهیم انقلاب بکنیم، میگفتن باید ایران باید خراب بشه، خرابکاری بشه، مردم ناراضی بشن تا انقلاب کنن. اون خلاف قانون اساسی بود. اگر که کسی در اون راه فعالیت میکرد و از اقدامات خلافی کرده بود،
اون میگرفتند گرفتن اون خلاف قانون اساسی نبود، اون طبق قانون اساسی. حالا من براتون قانون ساواک میخونم. مجلس شورای ملی در 23 اسفند ماه سال 1335 تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور تو پرانتز ساواک را مطابق قانون زیر به تصویب رساند. ماده 1، برای حفظ امنیت کشور. ببینید چقدر تفاوت. او میگه برای اینکه در دادسرا جار و جنجال راه رخ نده، در ادارات رئیس توهین نشه، نمیدونم انتظامات اون چیز تظاهراتی خلاف انتظامات برقرار نشه. این اولین جملهش مادهش اینه، برای حفظ امنیت کشور و جلوگیری از هر گونه توطئه که مضر به مصالح عمومی است، سازمانی به نام اطلاعات و امنیت کشور وابسته به نخست وزیری تشکیل می شود و رئیس سازمان سمت معاونت نخست وزیری را داشته و به فرمان اعلی حضرت همایونی شاهنشاه منصوب خواهد شد. اول اینه به صورت معترضه عرض بکنم، من که الان دارم قانون ساواک می خونم دوتا رو مقایسه میکنم، بعد فکر نکنید من ساواکی بودم. وجدانم قسم میخورم که هیچ گونه ارتباطی نه خودم نه هیچ یک از فامیل های دور و نزدیکم تا آنجا که میشناختم و میشناسم هیچ ارتباطی با ساواک نداشتیم. حتی یک دفعه که برادر من در دانشجو بود در خارج، وقتی برگشتم گذرنامه‌شی گرفته بودم، میگفتن شاید در خارج نمیدونم کاری کرده، بعد معلوم شد اشتباه بوده. دنبال یک شخصی میگشتم که ساواکی باشه بتونه پارتی بازی بکنه، بعد ندیدم. پس فکر نکنید که آقا چه این شخص ساواکی بود از ساواک دفاع کرد، نه. وجدانن من هرگز نبودم، ارتباط نداشتم و هیچ یک از فامیل ها و کسانی که می شناختم اونها هم ارتباط. خب ماده 2، سازمان اطلاعات و امنیت کشور دارای وظایف زیر است. خوب دوستان گوش بدید، مقایسه کنید با این آقای مصدق. الف، تحصیل و جمع‌آوری اطلاعات لازم برای حفظ امنیت کشور، یعنی تمام فکر تو امنیت کشوره، نه اینکه توی اداره در دفتر رئیس تظاهرات و جار و جنجال راه بیندازن. حقوق نگرفته، گرسنه، یه حق نداشت استداشت. ب، او الف ب، تعقیب اعمالی که متضمن قسمتی از اقسام جاسوسی است. اگر افراد جاسوس نباشند کاری ساواک به کارشون نداره. جاسوسی برای روسیه، برای ماوتس تونگ، یا نمیدونم جهت چگوارا، یا برای آقای فیدل کاسترو، یا برای آقای یاسر عرفات، اینها وقتی که تشریف میبرن توی اون اردوگاه های فلسطینی، وقتی برمیگردن، یعنی ساواک نباید کاریشو داشته باشه؟ رفتن اردوگاه های فلسطینی چه کار کردن؟ وقتی که در ایران گروه طرفداران ماوتس تونگ تشکیل میدن، این یه گروه ملیه، درسته طبق قانون آقای مصدق کاریشون نباید کرد، چون نه جار و جنجالی راه میاندازن، نه هیاهوی راه میاندازن، نه دادسرا میرن کاری بکنن، فقط روزنامه پخش میکنن، اعلامیه میدن، اونم روزنامه دارن، هفته نامه دارن، ماهنامه دارن، سالنامه دارن، فصلنامه دارن، همه رو مجانی همه رو پخش میکنن در سر تا سر ایران بین دانشجویان. خب
بعدم کسی کارشو نداشته باشه، چون اینها برای نهضت جهانی کارگران فعالیت میکنن و طرفدار دولت شوروی سوسیالیستی هستن که رهبر کارگران جهان هست. خب دوستان گران، آیا این کارها مخالف قانون اساسی مشروطه بوده یا نبوده؟ وقتی که بخوان ایران ببرن پشت پرده آهنین، وقتی که بخوان ببرن طرفدار ماوتستون یا چه گوارا یا نمیدونم فیدل کاسترو یا یاسر عرفات، باید ساکت بنشینن و الا هنوز فوش میدن، هنوز داره تلویزیون اداره میکنه. هر چند وقت یه دفعه اگر یه شخصی خواست طرفداری بکنه از رژیم گذشته میگه عصبانی میشه، آقا چی میگی؟ در رژیم گذشته ما جرأت ابراز عقیده نداشتیم. عقیده چی هست آقا؟ به تعقیب به از نو میخونم، تعقیب اعمالی که متضمن قسمتی از اقسام جاسوسی است و عملیات عناصری که بر ضد استقلال و تمامیت کشور و یا به نفع اجنبی اقدام میکنن. ببینید چقدر فرق داره با اون قانون آقای مصدق. قانون امنیت اجتماعی یعنی علیه مردم ایران، علیه آزادی مردم ایران، آزادی را از تمام مردم ایران سلب کرده بود که حق حرف زدن نداشت طبق قانون مصدق. ولی این فقط از کسانی که به نفع خارجی جاسوسی میکنند و میخوان ایران تبدیل بکنن به ایرانستان. دال، جلوگیری از توطئه و اسباب چینی بر ضد امنیت کشور. جلوگیری از توطئه و اسباب چینی بر ضد امنیت کشور. اینا تاواکه. همه اینها اصل اینه که آقا ما از جاسوسی بر علیه امنیت کشور جلوگیری کنیم. نگذارین جاسوسان بیگانه، کسانی که در اردوگاه های فلسطینی رفتن عملیات چریکی یاد گرفتن، اینها در ایران فعالیت داشت. میگن آقا فلان کس در زمان شاه اعدام شده. نمیگن که آیا کارهایی که اونها کردن در کدوم کشور دیگه انجام میدادن که اعدام میدن. بازرسی و کشف تحقیقات نسبت به بزه‌های زیر. بزه‌های منظور در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب 22 خرداد 1310. ببینید باز اون قانون علیه کسانی بود که علیه امنیت کشور فعالیت میکردن. اون مجازات من یک دفعه دیگه عرض کردم، در زمان رضا شاه یه شخصی به اسم آقا بگوف جاسوس شوروی در ایران بود. علاوه بر ایران این شخص در افغانستان هم مدتی جاسوسی کرده، در ترکیه هم جاسوسی کرده، یعنی عضو ارشد کاگبه بوده یا کاجیبه، هرچی کجیبه کجیبی باره، من تلفظش غلط گفتم پوزش میخواهم. بعد شخص فرار میکنه، میره به فرانسه، اونجا خاطرات خودش مینویسه. جاسوس هایی که در ایران و افغانستان و ترکیه برای روسیه جاسوسی میکردن اونها رو افشا میکنه. در ایران فوراً این کتاب توسط به دستور رضا شاه مورد توجه قرار میگیره و 300 و خورده ای نفر بازداشت میشن
از 300 خورده عده زیادشون آزاد میشن، اونا که یا نبودن یا گناهشون خیلی زیاد نبوده یا اقداماتی که کردن از رو بی اطلاعی، مثلا من به جاسوس کردن ولی نمیدونستن اینجا یا این کارشون به ضرر کشوره، اکثر آزاد شدن. در آخر 32 نفر باقی موندن و از 32 نفر تعدادی اعدام شدن، بقیه هم به حبس افراد مختلف موند. یکی از این خیانتکارانی که باید چند دفعه اعدام میشد عباس اسکندری، همونطوری که باز در گذشته هم عرض کردم تعدادی از شازده های اسکندری، سلیمان میرزا اسکندری، عباس اسکندری، ایرج اسکندری، اینها جاسوس های انگلیس و بعضی از اونها مثل عباس اسکندری جاسوس دو جانبه بود، یعنی هم جاسوس روس بود و هم جاسوس انگلیس و از طرف انگلیس تحمیل شده بود به روسیه. اخباری که انگلستان میخواست روسیه غالب کنه از طریق این آقا غالب میده. از این 32 نفری که جاسوس تشخیص داده شدن و قرار بود محاکمه بشن و شدند و اعدام شدند، پیش از محاکمه و اعدام انگلستان به داد عباس اسکندری رسید و این جاسوس خودش با پارتی بازی و ایادی که در همه جاها داره به اسم با سپردن تضمین آزاد کرد و از ایران فراری داد و این شخص از ایران فرار کرد و رفت. بعد از شهریور 20 هم به ایران برگشت و شد نماینده مجلس شورای ملی و بعد هم فعالیت عظیم در مجلس 15 به وجود آورد. و فراموش کردم عرض کنم که حزب توده هم شما دوستان میدونید، حزب توده ایران در مهر ماه 1320 تشکیل شد، یعنی هنوز یک ماه از برکناری رضا شاه نگذشت. فوراً طبق اعترافات آقای ایرج اسکندری با پوزش از این که من بعضی مطالب چندین دفعه در گفتارهای مختلف تکرار میکنم، این موضوع ایرج اسکندری خیلی مهم هست، من چندین دفعه این گفتم، آقای ایرج اسکندری در خاطرات خودش که خوشبختانه دو تا کتاب منتشر شده از خاطرات او و همه تقریبا هر دو تا کتاب مطالب یکسانی داره، این دو تا کتاب آقای ایرج اسکندری در اونها اعتراف میکنه که اول آقای مصطفی فاتح کارمند عالی رتبه شرکت نفت به من مراجعه کرد و پیشنهاد کرد که چرا یک حزب ضد فاشیستی تشکیل نمیدید. منظور از ضد فاشیستی اینه که چون دولت انگلستان با دولت روسیه متحد بودن علیه آلمان و به آلمان میگفتن فاشیست، از این جهت انگلستان میگه من که با روسیه متحد هستم میتونیم ما یک حزب ضد فاشیستی تشکیل بدیم، اسمش حزب کمونیست نگذاریم. بعد در این خاطر آقای ایرج اسکندری صریحا شرح میده که من گفتم، رفتم با اعضای دیگه صحبت کردم، همه موافقت کردم که کمک های آقای فاتح رو قبول کنیم و آقای فاتح گفتم که ما ساختمان نداریم، گفت ساختمان و اتاق و اینا میخواهید من در اختیارتون میدونم و گذاشت. گفتیم تلفن نداریم، دولت تلفن جدید نمیده، گفت من میگیرم و برامون گره. گفتیم روزنامه نداریم، گفته براتون روزنامه میگیرم. قرار شده تا وقتی که روزنامه میگیره روزنامه همین آقای عباس اسکندری، روزنامه سیاست، شد ارگان حزب توده، یعنی کسی که رئیسش جاسوس دو جانبه بود شد ارگان حزب توده. بعد همین آقای ایرج اسکندری در همین کتاب میگه وابسته نظامی، وابسته بازرگانی روسیه هم به ما مراجعه کرد، گفت هر چه
کاغذ بخواهی در اختیارتون میگذارم. اون زمان گنج بود در ایران، کاغذ خیلی گران بود، نایاب بود یا کمیاب بود. این میگه هرچی کاغذ خواستیم در اختیار موان قدر گذاشت که انواع روزنامه ها و مجلات منتشر کردیم و بعد هم بقیه رو در بازار میفروخت. این آقای ایرج اسکندری اعتراف میکنه که دو نفر از کارمندان میسلمتون، میسلمتون هم رئیس سازمان جاسوسی انگلیس در ایران بوده، دفتر کارش در سفارت انگلیس، جاسوس های تربیت میکرده، یکیش آقای احسان طبری بوده که بعد شد تئوریسین بزرگ حزب توده، یکیش آقای بزرگ علمی، که آقای ایرج اسکندری اعتراف میکنه که این دوتا کارمندان میسلمتون بودن و از میسلمتون حقوق میگه. این بود حزب توده ما. حالا این حزب توده کی درست شده؟ مهر ماه 1320. افرادی که خالی و ذهن بودن و رفتن و توده شدن، جوانهایی بودن مثل همسن و سالهای اون زمان من، همسن و سالهای اون زمان من، جوانهای 16, 17, 18, 19, 20 هرچی حدودا، اینا که دیکتاتوری محمد رضا شاه را هنوز ندیده بودن. اگر دیکتاتوری که اینها میگن دیکتاتور بوده، اگر دیکتاتور بوده که این جوانهای اون زمان که ندیده بودن. دیکتاتوری رضا شاه هم که جوان 15-16 ساله آمده دوران بعدی که یادش نیست، نسته کرده. اینهایی که آمدند، اینها خالی و ذهن بودند و چیزی خلاف یه حرفای حزب توده نمیشنیدند، یعنی مخالفی این حزب توده نداشت که وقتی که حزب توده اعلامیه میده، نشریه میده، یک گروهی هم باشن میهن‌پرست جواب اینها رو بده. نشریه مجانی تو هر کلاسی تند تند به تعداد شاگردا که هیچی، چند برابر شاگردا روزنامه پخش مجانی. حرفایی هم که ظاهرا درست بود، اون اصطلاحاتی هم که تو دنیا میگفتن به کمونیسم و کمونیست و سوسیالیسم و سوسیالیست و بورژوازی و نمیدونن سرمایه‌داری و به اصطلاحات خود اونها، این بورژوازی چطوری به وجود می آورد، سرمایه‌داری چیه و چطوری کارگرها باید دائم در حال جنگ و مبارزه با سرمایه‌دارا باشن، اینا همه رو به این جوان ها می گفتن. من فکر کنم یک دفعه دیگه این داستان برای شما گفتم و اگر نگفتم چون بسیاری شما نشنیده اید بد نیست، خاطرات خودم. اجازه بدید اگر هم شنیدید یک دفعه دیگه بگم. من در مدرسه زردشتی های کرمان دست، این مدرسه زردشتی های دبیرستان زردشتیان به نام دبیرستان ایران شهر، تا کلاس نهم بیشتر نداشت. در کلاس نهم من خوشبختانه تجریدی نداشتم و هیچ وقت هم در زندگی در هیچ کلاسی تجریدی نداشتم، اما در همین کلاس 9 نفر از ریاضیات تجدید شدن و چند نفر هم از شیمی تجدید شدن. یک دبیر ریاضیات داشتی، حالا روح شاد زندیات هرچی میخوایی بگی توده ای بود، یک دبیر شیمی هم داشتیم توده ای بود. دبیر ریاضیات اسمش بود آقای اردشیر فرهمند، دبیر شیمی بود آقای جهانبخش داده. این دوتا اعلام کردند که کسانی که لیست تجدید شدند از ریاضیات و شیمی میتونن در ایام تعطیل بیان خونه ما مجانی درس بدن. سه روز میرفتن خونه دبیر ریاضی، سه روز میرفتن خونه دبیر شیمی. در اونجا یک ساعت درس میداد، بقیه هم روزنامه در اون اتاق فراوون روی هم ریخته، هر کدوم هر چی میخواستن در میداشتن میخوندن، در مورد مطالبش بحث میکردن، اظهار نظر میکردن، روزنامه میوردن بیرون دیگه به همه جا تو محله و هر جا پخش میکردن.
دوستان گرامی باور کنید هر 9 نفری که خونه اون آقای دبیر ریاضی رفتند از توده‌ای های سرسخت و اون چند نفری هم که خونه آقای دبیر شیری رفتند از توده‌ای های سرسخت تا آخر عمر باقی ماند. آیا اینها نتیجه دیکتاتوری رضا شاه بود یا نتیجه دیکتاتوری محمد رضا شاه؟ حالا آقای کسی که مشهور هست به فحاشی به رضا شاه و اون آقایی که اون تلویزیونی که مشهور هست به تلویزیون بی‌طرف، ما چند روز قبل تصادفاً برنامه‌ش گوش می‌کردم، شنیدم تو دیگرم که آدم داره تلویزیون عوض میکنه گاهی میشنوه، یه آقا داشت در مورد توده ها صحبت میکرد که این توده ها مرامشون بده، ولی گفت این توده ها هم نتیجه همون دیکتاتوری محمد رضا شاه هستن. آقا برو تاریخ بخون ببین ها وقتی توده ای شدن، وقتی حزب توده پا گرفت که محمد رضا شاه اصلا قدرتی در ایران نبود. محمد رضا شاه از شهریور 20 تا 1328 قدرتی نداشت. تو دیکتاتور که هیچی. خب حال اومدن در این مورد هم صحبت میکنن. در این زمان داشتم صحبت میکردم راجع به تفاوته این دوتا قانون. حالا شما دوستان بگید قانون ساواک بد بود، قانون ساواک چون علیه خارجی بود، علیه جاسوس ها بود، علیه کسانی بود که ملیت نداشتن، هویت ملی نداشتن، برای اجنبی کار میکردن، گروهی برای ماوتستون کار میکردن و گروه دیگر نمیدونم برای اون کامبوج کی بود رئیسش، برای او کار میکردن، خمر سرخی کامبوج، عده دیگری برای فیدل کاسترو کار میکردن، عده دیگه میگفتن به به چه گواراست که بریم دنبال چه گوارا و انقلاب کنیم. ساواک دنبال اینها بود، کار بدی میکرد. دوستان گرامی، اما آقای مصدق وقتی که رفراندوم میخواست انجام بده، من در کرمان بود، باز هم از خاطرات خودم میخوام عرض کنم، در پایان گفته هم میخوام از خاطرات خودم در اون زمان آقای آیت الله کاشانی و آقای آیت الله بهبهانی اعلامیه داده بودند که مردم در رفراندوم آقای مصدق شرکت نکنید، رفراندوم انحلال مجلس دوره 17، برای اینکه این رفراندوم خلاف قانون اساسی و مصدق حق برگزاری رفراندوم نداره، یعنی هیچ دولتی حق رفراندوم نداشت، رفراندوم در ایران نوشته بود خلاف قانون اساسی تا آن زمان. خیلی خوب، بعد آیا این کسی که در کرمان این اعلامیه آیت الله کاشانی رو پخش کنه گناه مهمی بود در کشوری که آزاد باشه؟ خب اعلامیه رو پخش کرد، نباید اذیتش کنه، ولی مسجدی های کرمان تعداد زیادی از این اعلامیه ها برده بودن، همه رو زندانی کرد. من اسامی اونها رو نمیدونم، اما در اون زمان باز هم اعتراف کنم هیچ کارهایی کردم در زندگی همه باعث افتخارمه، هیچ باعث ننگ نیست. در اون زمان در کرمان سازمانی بود به اسم سازمان جوانان حزب زحمتکشان ملت ایران. حزب نبود، حزب زحمتکشان وجود نداشت، سازمان جوانان حزب زحمتکشان ملت ایران. من در اون سازمان دبیر تشکیلات بودم. در اون سازمان یک شخصی به اسم آقای ذبیح‌الله مبشر رئیس بود، من هم دبیر تشکیلات سازمان جوانان. چند نفر از اعضای این سازمان اعلامیه پخش کرده بودند، همین اعلامیه آقای آیت الله کاشانی، فوراً زندانشون کردن طبق قانون آقای مصدق و برنامه تبعیدشون هم
درست شد. ولی میدونید رفراندوم چند روزی پیش از پیام 28 مرداد نبود و انجام نشد. یکی از بستگان خود من که الان از بستگان نزدیک من حساب میشه ولی فوت کرد، از استانداری بهش نوشته بودن آقای فلان، آقای علی یاسایی، شما به عنوان برای نظارت در حسن جریان انتخابات انتخاب شدید، بیایید انجمن نظارت انتخابات رفراندوم تشکیل بدید. این شخص زیر اون نامه نوشته بود چون انتخابات، چون رفراندوم خلاف قانون اساسی است من شرکت نمی کنم. میدونید چه به روزش آوردن؟ یک، بلا فاصله آقای مصدق دستور داد این آقا رو منتظر خدمت کن. آقایون رضا ریحانی، خانم گیتی کاوه که مصدق ابرمرد تاریخ میشناسید و بدترین توهین ها رو به رضا شاه بزرگ کردید، گوش بدید. فقط زیر اون نامه نوشت چون رفراندوم خلاف قانون اساسی است من شرکت نمی کنم. فوراً ترتیب دادند این شخص تبعید بشه به جزیره هرمز و دستور دادند بازنشست. دوستان گرامی، بازخه ببخشید، منتظر خدمتش بکنم. کسانی که دوستان شیرازی دارند از شیرازی ها سوال بکنند. یک شخصی در شیراز در آموزش و پرورش خدمت میکرده به اسم علی یاسایی. این آقایی هم که در کرمان نوشته بودی که من شرکت نمی کنم اسمش بود علی یاسایی. وقتی آقای مصدق دستور میده علی یاسایی رو منتظر خدمت کنی، اون علی شیرازی رو منتظر خدمت میکنه. اینه دیگه، میتونید از شیرازی هایی که فامیل یا دوست آقای یاسایی هستن سوال بکنید. و تصادفاً از تصادفات روزگار خیلی عجیبه که این دوتا علی یاسایی هم تقریباً همزمان فوت کردن با چند روز تفاوت، که در تهران اونها شیرازی ها مجلس ترحیم گذاشته بودن، این یاسایی در کرمان گذاشته بود. اونهایی که در تهران بودن به حساب این همون یاسایی کرمانیست رفته بودن و دیده بودن. به هر جهت نگید آزادی خواه بود، فقط با نوشتن این که من در انجمن نظارت شرکت نمی کنم تبعیدش کردن و منتظر خدمتش کردن. من در همون وقت تلگرافی کردم به تهران. شما تلگرافی که فرستادم، این تلگرافی که من کردم در روزنامه شاهد شماره 1009 سه شنبه 20 مرداد 1332، یعنی 8 روز قبل از قیام 28 مرداد، در صفحه 4 ستون 5 درج شده و میتونن دوستان در اون روزنامه مراجعه کنن. روزنامه شاهد مثل که در اینترنت هم هست میتونن مراجعه کنن، در این شماره این تلگراف منو ببینن و وقت ببینن چه ظالمی آقای مصدق. تلگراف رسیده از کرمان، این تلگراف من: جناب آقای دکتر مظفر بقایی کرمانی. تلگراف کرده بودم اصل بود. رونوشت تشکیلات شهرستانها حزب زحمتکشان ملت ایران. رونوشت شاهد: پس از ورود رئیس جدید شهربانی سرگرد سخایی، محیط ترور افکار و وحشت برای ملیون ایجاد، پرونده سازی، توقیف و تبعید ملیون شروع. آقایان مبشر، ذبیح الله مبشر بود، توی تلگراف فقط نوشتم مبشر. آقایان مبشر، دبیر سازمان در کرمان، سمر طالبی که اسمش بوده محمد علی و محدث زاده اسمش بوده مرتضی. من خب هر تلگراف یک کلمه کمتر می نوشتیم یک کلمه کمتر پول می دادیم از اسامی صرف نظر کرد. و هوشمند
به جرم پخش اعلامیه تحریم رفراندوم حضرت و آقای محمد محمدی به جرم که هنوز تعیین نشده زندانی. تمام ادارات در بس در اختیار توده‌ای ها، تمام ادارات در بس در اختیار توده‌ای ها. سرگرد سریا از طرف استاندار و رئیس شهربانی ابلاغ نموده که حزب غیر قانونی است و دستور بستن سازمان را داده است. دبیرخانه تشکیلات مهدی شمشیری. من وقتی که میگم این ظلم مصدق تحمل کردم، اون کارهای ظالمانش حس کردم دیدم و شاهد بودم، دروغ نمیگم. بعد از این جریان چه شد؟ باز هم وجدانم قسم کنم، رفتم خونه خداحافظی کردم با مادرم با پدرم با خواهر برادرم، چون میدونستم فورا میاین منم میبرن زندان. خداحافظی کردم، خواب آماده کردم که وقتی میرن زندان یه پتو اینا هم خودم باشه. اما بعد دیدم نیومدن، تعجب کردم. بعد فهمیدم که آمدن، دو تا پاسبان آمدن اونجا. پدر من دیده مبلغی بهشون داده و گفته پسرم خونه نیست، اونا اون مبلغی که گرفتن رفت و من واقعا اطلاع نداشتم از پول تو داده و بری خب داده بود و من نجات دیدم. بری نگید اگر که آزادی نبود. و اما در مورد همین آقای سرگرست خواهیم عرض کنم خدمتتون، روز 28 مرداد شخص فرار کرد، پناهنده شد به تیمسار امانپور، عموی کریستین امانپور. او فرمانده لشکر، او دستور داد گروبان ها آنقدر کتک زدند به سرگستخایی تا مرد و بعد از پشت بام ستاد ارتش پرتش کردند وسط جمعیت. بعدم متاسفانه به اسم مردم تموم شد که مردم سرگستخایی رو کشتند، در حالی که این تیمسار امانپور کشت. و اون آقای محمد محمدی که من گفتم بازداشت بود و در اون وقت در زندان، او شاهد بوده که چطوری گروبان ها ای آقا را کشتن و او در خاطرات خودش محمد محمدی این مسئله را شرح داده بود. بله دوستان گرامی، هر در مورد رفراندوم میدونید چه جوری به کار برده رفراندوم غیر آزاد که باید من اصلا یک جلسه اختصاص بدم رفراندوم آقای مصدق انجام داده. دوران مصدق بدترین دوران، این قانون بدترین قانون بود. اگر که یک کسی میگه نه این یه خورده رحم توش بود، بیا بگه. من از این مسئولین تلویزیون خواهش میکنم هر کس در مورد این عرایض من اعتراض داره، سوال داره، اظهار نظر داره، از مسئولین خواهش میکنم، استدعا میکنم یادداشت بفرمایید. من همه را با کمال میل جواب میدم و حاضرم هر کس که ثابت بخواد بکنه که یک قانونی در یک جای دنیا، یاسای چنگیز، بگی یاسای چنگیز یه ماده توش بود از این بدتر بود، من حاضرم ثابت کنم که نبود، این بدترین قانون بود و صد برابر این قانون ساواک بهتر از این بود. این قانون اگر این قانون به صورت به شکل یک دیو تشبیه کنیم، این قانون ساواک یک مادر دلسوز برای بچه به حساب میاد. ببخشید دوستان عزیز، عرایض من تموم شد. در خاتمه طبق معمول از دوستان خواهش میکنم حمایت خودشون از این تلویزیون دریغ نفرمایند و اگر میخوان این برنامه های بنده ادامه داشته باشه و جنایات دشمنان ایران فاش بشه، برای خاطر همین برنامه هم که شده، البته برای اونها دیگه هم بفرستید، ولی برای خاطر این برنامه هم شده استثنان یه خورده زیادتر بچربونید
و وقتی که پولی میفرستید برای این تلویزیون لطفاً بفرستید و یادداشت بفرمایید بگید که برای کدوم برنامه میدید. فرقی هم نمی کنه، همه برنامه های تلویزیون برای آزادی ایران عزیز هست، ولی کوتاهی در هر حال نکنید و هر برنامه میدید در خاتمه بدرود میگم به همه بینندگان گرامی و خداحافظی میکنم تا هفته آینده. تو عجیب جان و تنه